بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ جنگ‌های متعددی شد، کشتارهای فراوانی شده، اما محمدیه در درون تاریخ و کتاباست از زبان‌ها حذف شد، ولیکن داستان عاشورا و کربلای حسین و یاران باوفاش هر چی گذشت با وجود گستردگیش تازه تر شد و با همه تلاشهایی که کردن کم رنگش کنن نشد، چون جمعی مظلوم برای یک هدف مقدس فداکاری کردن و این حرکت انقدر مقدس ماند که الگو شد برای همه انسان ها، نه تنها برای مسلمان ها. و بسیاری از حرکت ها، انقلابات، تحرک ها، اصلاحات از این حرکت مقدس نشأت گرفت. این حرکت مقدس الان عاشورا و در آستانش هستیم و انشاءالله باید همه مردم با شور و نشاط عزاداری کنن. منتها بخصوص در کشور ما در سال گذشته عاشورا حادثه رخ داد، غم انگیز، که او را سوژه کردن برای مخالفی. ما کل دعوام سر انتخابات، حالا میگیم هم انتخابات مهندسی شده. روز عاشورا مردم حالا شعار دادن ندادن، من که نمیدونم چی شد، ولی بعد از حوادث تلخی پیش آمد و حرمت عاشورا رو نگه نداشتن و عده‌ای از مردم عزیزمونه به شهادت رسوندن. و حالا عجیب اینه، طلبکار هم شدن اونایی که مردم رو کشتن، تازه میگن خدا آبروی فتنه‌گران رو برد، خدا آبروی فتنه‌گران رو برد، خدا آبروی اونا رو برد که کهریزک با وجود آوردن، خدا آبروی اونها رو برد که مردم و خانواده‌هاشون رو عزادار کردن و جمعی رو تو خیابونا در روز عاشورا به شهادت رسوندن، خدا آبروی اونها رو برد که حق ملت رو تضییع کردن و جمعی از بچه های مردم رو اعدام کردن، خدا آبروی اونهایی رو برد که شهادت دادن که آقا افراد از رو پل انداختن یا زیر ماشین کردن و اونا رو محکوم کردن به زندان انداختن. ما کاری نکردیم که آبرو رفته باشه، چون به ما بگم فتگه آبرو اونا رفت که یه جنایات رو کردن و ننگین کردن جمهوری اسلامی رو. این نکته اول. نکته دوم، این ماجرای عاشورا الان محل بحثه سال گذشته و اصلا گفتار ما که میگیم انتخابات بوده، شما میگید دست بیگانه بوده، اسنادش هم موجوده. من هم اینجا اعلام میکنم آقا من یکی از افرادی که معترض هستم و داوطلب انتخابات بودم، آمادگی دارم در هر مسجدی، هر دانشگاهی، هر شهری مناظره کنیم با اونایی که میگن شما باعث این کشتار یا فتنه کردید، تا ما با ادله با مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید، استبداد خواستید، از صندوق در بیارید. و این با این قضیه متاسفانه رخ داد با خانواده‌های عزیز مردم. و اول یه نکته هم که مدام میگن، این خیلی عجیبه، میگن بهترین دلیل که باید تنبه بشه برای شما اینه که دیگران بیگانه از شما تعریف بکنه. بیگران و دیگانه، بیگانه از بر اساس منافع خودش تعریف بکنه و چی تو وقتی از شما تعریف میکنه هیچ با آب و تاب میگی آه من که آن الان نشون میدم به شما، نگاه کنید که خیلی سردم داریره، با چه عبارتی تحلیل کرده که آقای فلان کس از همون چرا گفته که حق با رهبر ایران بود، اوباما از ابتدا دروغ میگفت. چطور من تعریف شما رو بکنم؟ با آتام می نویسید وقتی تعریف ما رو بکنید. جوابش یک کلمه، خواهید گفت که آقا اونها عظمت جمهوری اسلامی، رهبری و دیگران مسئولین اینقدر بزرگ بود که تعریف بکنه ناچارا. خب ما همینو میگیم، میگیم عظمت کار ما هم اینقدر حق طلبانه دفاع از حقوق مردمه که اونا ناگزیرن چی کنن. بالاخره یه مناظره همه چی رو حل میکنه، چند تا مناظره همه چی رو حل میکنه و ما میگیم نخیر، شما هستید که انتخابات به هم زدید، نه شما حسینید، نه ما یزیدیم، نه ما حسینیم و شما یزیدید. باید بحث کنیم، هر که حق عمل کرد او در راه حسینه، هر که هم غلط عمل کرد او در راه یزیده و تنها راهش هم همینه که بحث و گفتگو بشه تا ببینیم کدام مقابل حقوق مردم ایستادند
و دارن یزیدی عمل میکنن، نتیجتا در جبهه باطل و کدام از حق مردم دفاع میکنن. حسین حسین خودش بود، عظیم بود، هیچ طرفی رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم. اما راه رو میگه، راه اینه که بحث کنیم تا بعدی باشه.